عنکبوت ساخته دوم ابراهیم ایرجزاد، فیلم خیلی خوبی است. در مورد این فیلم با کارگردانش ابراهیم ایرجزاد گفتگو کردیم، با هم این گفتگو رو ببینیم. آقای ابراهیم ایرجزاد، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم از دعوت شما. خواهش میکنم، باعث افتخار منه. یک صحبتی با بیننده های ما بکنیم، یک سلام علیکی بکنیم تا شروع کنیم. عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان برنامه خوب. من خیلی خوشحالم که در این برنامه حضور دارم خدمت استاد خودم جناب آقای جیرانی. امیدوارم که محصل گفتگو مفید به فایده باشه براتون. متشکرم ابراهیم جان. حالا من به تبریک میگم، فیلم خوبی بود، خیلی فیلم خوبی بود. اینجا این فیلم خالی بود و من راستش با فضایی که اون سال تو شورای پروانه ساخت بود انتظار نداشتم بعضی چیزا تو این فیلم باشه که هست و خوبم هست که هست. و در واقع من وقتی به شورا رسیدم فیلم تو از پروانه ساخت گرفته بود. آها. و در واقع خوندش من دیگه فیلمنامه رو نخوندم. درسته. یعنی اینکه حالا بعداً اون فیلمنامه دیگه اومد که صحبتش اصلا قرار نیست اینجا بشه، ولی در واقع احساس کردم که تو چند ما تو شورای پروانه ساخت بودی تو؟ ما یه سالو که رد کردی، یعنی اینقدر ما اومدیم. میگم یه جایی آقای نوروزبگی به من گفتش که بیا برو دنبال زندگیت، ول کن، بهت نمیدن اجازه، نمیدن این فیلمو کار بکنی. ولی یه تصمیم بود که با خودم گرفته بودم و 6 ساعت 5 ساعت 4 ساعت پشت در اتاقهای مختلف منتظر تا بتونم حداقل مثلا 4 تا جمله بگم که میخوام چیکار کنم، اصلا نیتم چیه، قصدم چیه و دنبال چی هستم. چون ما از روز اول که تصمیم گرفتیم من و اوکتای براهنی فیلم رو بنویسیم، من مشتم باز بود، یعنی خبر رفتیم که من دارم یه همچین کاری رو شروع میکنم. هیچ چیزی پنهانی صورت نگرفت و دنبال در واقع یواشکی کار کردنم هیچ وقت نبودم و نیستم، به دلیل اینکه میخوام بمونم توی این کشور و میخوام فیلم هم اینجا نمایش داده بشه. حالا هر توفیقی هم به دست آورد فبها، ولی به نظر من فیلم زمانی زندگی میکنه که به دست مخاطب برسه. مخاطبم به نظر من هیچ کسی غیر از کسانی که توی مملکت دارن زندگی میکنن اولویت اول برای فیلمساز نمیتونن باشن. بسیار ایده خوبیه. پس تو حدود یه سال تو شورا بودی دیگه، یعنی رفت و برگشت یه سال تا بیای و من. بله. از تر شروع کردی از فیلمنامه شروع کردی؟ کلا فیلمنامه دادی؟ ما فیلمنامه دادیم بهشون. یعنی فیلمنامه دادی بهشون؟ ما فیلمنامه دادیم. آره. چون فیلمنامه رو ما خیلی زود تو 6 ماه یه پروسه کامل رو رفتیم از ابتدا، یعنی موقعی که تصمیم گرفتیم من و اوکتای براهنی و مراحل تحقیق شروع شد. بعد از 3 ماه سیناپس رو کامل داشتیم و 3 ماه بعد فیلمنامه کامل داشتیم و وقتی رفتیم توی شورا دیگه با فیلمنامه کامل. ایده از کی اومد؟ از تو اومد یا از اوکتای اومد؟ واقعیت اینه که از هر دوتامون اومد. حالا چرا؟ من تابستان داغ کار کرده بودم، اوکتای براهنی هم پل خوابو کار کرده. پل خواب. هر دوتامون ارتباط خوبی با ادبیات داشتیم و وقتی نشستیم به گفتگو، خب اوکتای به خاطر پیشینه و جایگاه پدر و این داستانه که کاملا از قبل مشخصه، وقتی که حالا نشستیم، من خودم چون فیلم های کوتاه هم اصولا اقتباسی از کالوینو، همون فیلم اول هم کارور یا نویسنده های داخلی یوری کلیمسی، این بحث به ادبیات کشید، به داستایوفسکی کشید، به بحث اگزیستانسیالیسم کشید، به بحث فردیت کشید و بعد علاقه باطنی هر دو تایمون به بحث جنایی بود و اینکه خب من قدمم برای دوستی با اوکتای برای بحث فیلمنامه بود و این گفتگوها رسید به اینجا که اگه می‌خوایم یه کاری بکنیم که ارزش انجام داشته باشه و صحبت قاتل زنجیره‌ای شد و سعید حنایی که خب من به واسطه زیستم در شهر مشهد و اون اتفاقی که نزدیک دیده بودم و اوکتای واقعا نزدیک دیده بودی اتفاق؟ بله، من حتی یه دونه از این جنازه‌ها رو توی در واقع چیز افتادم دیده بودم. من اون موقع هم هنرستان سوره مشهد که تازه هم افتاده شده 76 سال آخرش بودم، در حال ورود به دانشگاه هم بودم. یعنی موقعی که سعید حنایی رو خبرش پیشید 79، من مشهد بودم. موقعی که دستگیرش کردن اصفهان دانشگاه سوره بودم. از اونجا مثلا ماجرا رو سعید حنایی نزدیک دیدی تو مشهد؟ نه خودش رو ندیدم. خودش رو ندیدم. مسئله جنازه هاش رو در واقع دیدم. موقعی که دستگیر کردن من دیگه مشهد نبودم.
ولی همونجا علاقه من شده بودی همون موقع تو مشهد تأثیرش؟ بله موضوع. چون من اون موقع داشتم فیلمسازی میخوندم. مهمترین نکته ای که ذهن منو به خودش جلب کرد، به خاطر اینکه من خب تو خونم که 3 تا خواهر دارم، هر موقع اینا میخواستن خریدی کاری بکنن دوستاشم با من بیاد، چون نه تو رنگ نه توی هیچ چیزی ذهنشون رو محدود نمی کردن، انتخاباشون رو نمی گرفتن. و اونجا مسئلهی که برای من پیش اومد این بود که تو برخورد با سعید حنایی صحبت سر این بود که خب این خانوم ها، این زن های بدکاره که تکلیفشون مشخصه، ولی این آقام نباید این کار رو می کرد. یعنی اونها رو خیلی زود پروندهشون رو بستن و هیچ کس هیچ وقت در مورد اونها به شکل درستی به عنوان یک انسان صحبت نکرد. خود قاتل توی روزنامه ها تو شرایط اون زمانی میگید؟ بله، افکار عمومی به خصوص، افکار عمومی، افکار عمومی در واقع جامعه، کامنت هایی که میدادن. حال متاسفانه جشنواره فجر مشرق یه مسئله برای عنکبوت کار کرد که جای عنکبوت در جشنواره فیلم فجر نیست. من کامنت های زیرش رو عکس گرفتم دارم، بالغ بر 50% در تایید روش کاری این آدم بود و یک مجادله اونجا شکل گرفته بود. یعنی این نشون میداد که هنوز که هنوزه هستن فکرهای همسو با چنین در واقع نگاه های مسمومی، که اون موقع خب این نسبت ها اگر میخواسته بگیری حدود 80-20 بود، یعنی 80% یعنی موافق بودن. موافق که میگم نهایتا هم مثلا میگفتن که حالا این نباید این کارو میکرد، یعنی مثلا کاش پلیس این کارو میکرد، کاش مثلا نمیدونم یه کسی دیگه این کارو میکرد، یا مثلا قانونی. ولی اونا اونا در واقع چی؟ بله اونا آدمای گناهکاری ان، اونا در واقع تکلیفشون مشخصه. پس از اون اول جنایت سعید حنایی در از پرنده اطلاع پیدا کرده بودی و حتی جنازه رو کجا دیدی بودی اون جنازه رو؟ من جنازه‌ای که من دیده بودم در واقع نمیدونم، مثلا ما توی یه خیابونی داره مشهد به نام آزادشهر که سمت 100 متری، منم مشهد نیام. آره اون حدودا یه جنازه ما در واقع، من موقعی که داشتم میرفتم در واقع از یک مسیری که مثلا شما فکر کن یه خرابه‌ای رو مثلا می‌خوای بری، یه خرابه‌ای باعث میشه شما از یه کوچه‌ای بتونی میانبر بزنی، مثلا یه میلان رو رد کنی اصطلاحاً به قول مشهدی‌ها. اون مسیر رو من داشتم میرفتم، یه جمعیتی رو دیدم که دور یک زنی که در واقع توی در واقع هم حالت خرابه و اینا افتاده بود جمع شده بودن. این نمیدونم جزو کسایی بود که درگیر اون پرونده بود یا نه، ولی در همون دوره اتفاق افتاد. حدس میزنی که در همون دوره اتفاق افتاده بود، چون اون موقع باز اینو جدیدن که تحقیقات کردیم هم باز بهش رسیدم، اون موقع قتل‌های دیگه‌ای هم اتفاق افتاد که متصلش می‌کردن به سید حنایی، ولی بعدا مشخص شد کسانی به واسطه در واقع پرونده این آدم از همون شیوه استفاده می‌کردن، ولی اونها ربطی به اون 16 نفر پیدا نکرد در نهایت. چون مثلا یه سری روزنامه‌ها یه جایی گفتن که 18 نفر 19 نفر هی 3 تا 4 تا کم و زیاد می‌شد، ولی 16 نفر رقم دقیق‌تری است که درست توی فیلم نامه هم بله که نفر آخر، یعنی کسی که میتونست 17مین نفر باشه فرار می‌کنه و همون باعث دستگیری میشه. اصطلاحاً داشتن تو آسمونا دنبالش میگشتن، اصلا فکر نمیکردن که یک مرد 17مین نفر پیدا کردی باش حرف بزنی. نه ولی یه چیز خوبی که دقیقه های آخر، یعنی توی نزدیک های فیلم برداری بودیم یا شاید چند روز هم گذشته بود، من بازجوییشو پیدا کردم، بازی 17مین نفر رو. بله اون کسی که در واقع اینجوری بود ماجرا که این فرار میکنه دست سعید ولی لو نمیده چون خودش مجرم محسوب میشده. پلیس در یک در واقع برخورد دست جمعی با این زنای خیابون یک گروهشون رو میگیره، بعد میاد بهشون میگه که ما دنبال یه همچین آدمی با یه همچین مشخصاتی هستیم که داره همچین کاری میکنه. اگه پلیس عکس داشته نه نه توضیح کاراشو میکرده که این زنها رو میاره به عنوان مشتری سوار میکنه میبره خونهش و بعضا به قتل میرسونه. اگر شما توی شما کسی هست که همچین اتفاقی براش افتاده، بیان بگیم ما با شما کاری نداریم ولی دنبال اون هستیم. این اینجا میاد و میگه ماجراشو که 2 روز قبل 3 روز قبل دقیق یادم نیست که همچین اتفاقی برای من افتاده. چون ما همه مسئله مون سر بود که این چه جوری فرار کرده و اون بازجویی به ما گفت که چه جوری فرار کرده. همین شیوه که تو فیلم نشون دادی این شرعیش شده.
تماس بدنی اون ماجرا رو اتفاق، یعنی در واقع این موقعی که داره خفه میکنه اون هم یک ضربه ای رو به اون منطقه حساس سعید وارد میکنه و این درجا ناکاوت میشه و این باعث میشه که بتونه با شکستن شیشه و از توی در واقع پنجره فرار کنه و بره، که این منطقی ترین شکل فرارم بود که درگیری یک زن و مرد تو، چون پروسه خفه کردن یه پروسه که حداقل یه دقیقه یه دقیقه و 30 ثانیه طول میکشه، اما وقتی اون ضربه خورده میشه به اون منطقه حساس اون در ثانیه ناکاوت میکنه و همین هم باعث شده بود که بتونه فعلا هم هست، ولی خب حالا شکل شرعیش هست. بله دیگه، جوری که بتونه جوری که بتونه ارتباط بتونه نمایش نمایش. خب شما تحقیق از کجا شروع کردید؟ یعنی ایده پس به خیلی مربوط به دو نفریتون و در واقع تو هم چون تو مشهد بودی و داستان پرونده رو می‌دونستی انگیزه داشتی که سعید حنایی رو چیز کنی. خب تحقیق از کجا شروع شد؟ ما اولین جایی که سراغش رفتیم، رفتیم روزنامه ایران، آرشیو روزنامه ایران رو کلن در آوردیم، همکاری خیلی خوبی هم با ما داشتن. بعد آرشیو روزنامه خراسان رو بهش از طریق کتابخونه ملی دسترسی پیدا کردیم. بعد شروع کردیم آدم‌های مرتبط با پرونده رو لیست کردن، از خبرنگارای روزنامه خراسان، روزنامه ایران و توی در واقع بحث مستندی که از اون ماجرا ساخته شده بود توسط مازیار بهاری و عنکبوت آمد که توش یه خبرنگار خانم بود به نام رویا کریمی مچ و بعد یک سری مستند که جدای از این ماجرا در مورد زنهای خیابانی ساخته شده بود. خانواده حنایی دیدی؟ ما زن حنایی بود. من وقتی رفتم مشهد اونا از اون محله رفته بودن، یعنی اون کدوم محله زندگی میکنه؟ کوی امیر نامی بود. کجا قرار میگیره کوی امیر؟ همون در واقع خیابون 100 متری منطقه کارگرنشین میشه به سمت در واقع محله‌ای مثل مثلا طلاب بگم، کوی طلاب، روزانفر بگم، بله، پنج تن و اون طرفا. حالا مشهد خود شما بهتر میدونی شمال و جنوبش به لحاظ بله کاملا کاملا فرق، یعنی شمالش در واقع جنوب شهر، جنوبش در واقع شمال شهر و اینا، که اینا اونجا که خب خونه رو ترک کرده بودن، یعنی از اونجا رفته بودن، وجود نداشتن که بخوان چیز کنن. من فقط یه عکسی رو به دستم رسید از پسرشون که دیدم بزرگ شده بود، بچه دار شده بود، ازدواج کرده بود و اینها، ولی اطلاعاتی که داشتم اینه که همچنان نه فامیلی رو عوض کردن، نه تغییر روی کردی نسبت به اون چیزی که در مستند ازش حرف میزنن پیدا کردن. آره، این چیزایی بود که من شنیدم، اما منتظر بودم که خودشون پا پیش بزنن، چون روزنامه خراسان، روزنامه شهرآرا اینها خبرهای ما رو کار کردن، خبرهای ساخته عنکبوت. بله، یعنی چیزی نبود که به نظر پنهان برسه. من شدم خیلی شما بتونید رو روزنامه خراسان مثل همشهری میمونه براتون. بله بله، خیلی روزنامه محلیه، همه میخونن این روزنامه، صبح به صبح همه تو خونه ها. دقیقه. ولی هیچ خبری نشد تا یک ماه قبل از اکران که تلفن من زنگ خورد و الو آقای رئیس‌زاده جانم، من حنایی هستم، حنایی، پسر آقای حنایی که شما فیلمشون رو ساختید، شماره منو چجوری، من ارشادم، ارشاد رفته بود، یعنی بهارستان بود که شماره تهیه کننده، تهیه کننده شماره منو اینها. بعد شما یه فیلم ساختین در مورد پدر من، گفتم که چطور، مگه آره ما شنیدیم که منابع اطلاعاتیتون چی بوده و اینا، گفتم روزنامه ها، سایت ها، خبرگزاری ها و اون مستندی هم که خودتون حضور داشتین توش اینها. نه اونا همه دروغه و توطئه کردن و حرفا هیچکدوم درست نیستش و اون مستندی هم که ساخته شده ما فریب خوردیم که اون حرفا رو زدیم و اینها، من بعد مستند شما رو ببینم، فیلم شما رو ببینم. بله، یعنی فیلم شما رو ببینم که من گفتم که حالا چیکار می‌خوای بکنی؟ نه من می‌خوام جلوی فیلمو بگیرم و اینا. گفتم خب چرا می‌خوای فیلمو ببینی؟ نه می‌خوام ببینم چیکار کردی. گفتم خب چیکار کرده باشم فیلم توقیف نمیشه. یعنی چه چیزی رو می‌خوای ببینی و اینا؟ که می‌خواستم ببینم که چجوری فکر می‌کنه. که بعد گفتش که نه اون زن‌ها همشون
بدکاره بودن و به سزای عملشون رسیدن و اینطوری پسرش کوپینو بله که من گفتم که اتفاقا یکی از اصلی ترین دلایل من نه پدر شما و عملش که این 16 نفر بودن که حالا این عنکبوت این فیلم بهانه‌ای بشه ما به اینها نزدیک بشیم و حرف اینها رو بشنویم. اینها نه سوسک و موش، اینا انسانند. اینا انسانی هستند که ناچار شدند. آخرین گزینه هیچ زنی نیست تن فروشی که برای امرار معاش فرزندانشون مقتول اول وقتی به قتل رسید تا 3 روز بچه‌هاش از زور گرسنگی داشتن پلاستیک می‌خوردن. اکثر این زن‌ها سرپرست‌های خانواده‌ای بودن که همسرانشون حبس ابد، اعدام و زندان بودن و به حال خودشون رها شده بودن و کسی اصلا دنبال این نبود که خب شما وقتی یک فردی رو به هر دلیلی با هر جرمی دستگیر می‌کنید و در واقع مورد مجازات قرار میدید، زیر مجموعه مورد حمایت او در خانواده دچار چه سرانجامی میشن که بعد یک آدمی به خودش اجازه بده با اتفاقاً نقطه مثبت فیلمتون نگاه در واقع به این کارگران جنسی به این در واقع این زن هاست، نگاه بسیار همدلانه به نگاهی که ریشه یابی کردی و یکی از نکات مثبت فیلم اینه که اون ریشه فقر در اومده که این در واقع اینها که دارن تن فروشی میکنن فقیرن و مشکل دارن و دچار مشکلن و خیلی خوبه که از اول فکرش بودی که اینو که در واقع ما با اکتای برهانی ابتدا که اومدیم چیز کنیم، خب چند مدل روایی برای اصولا این پلات و پیرنگ رو در واقع کارمون طراحی کردیم و یکی از دغدغه هامون اصولا این زن ها بودن که اول فکر کردیم که بریم سراغ یکی از اینها و کامل نمایشش بدیم و دوربین در واقع جاش رو عوض کنیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که این هم غیر از نمایش کلیشه‌ای فقر دستاورد دیگه‌ای به ما نمیده، در این حال ما رو محدود به یک نفر میکنه. تصمیم گرفتیم یک تابلو بسازیم و چند تا پازل درست کنیم و هر کدوم از اینا نمایندگی کنن یک تیکه از اون در واقع تابلو رو به صورت پازل بار و همه اینها بیان در برخورد با کاراکتر اصلی که ما در پونتاویون هستیم خودشون رو به معرض نمایش بذارن و یک بخشی و هیچ کدوم کار تکراری نکنن. یعنی اگر ماهور الوند میاد با اون جزئیات، آتیه جاوید میاد یا مهدخت مولایی میاد، یعنی من اسم بازیگرا رو دارم میگم عنوان کاراکترایی که در واقع چیزن، چون اینا هر کدوم اسامی داشتن برای ما ولی مجال اسامیشون نبود. مثلا خب ماهور الوند داشت نقش افسانه رو بازی میکرد، مقتول اول، تا نفر آخر که مژگان نامی بود و فرار میکرد به یه شکل دیگه ای که در مجموعه اینا شما دارید هم در واقع همه آن چیزی که میشود نمایش داد از وضعیت چنین زنانی رو به نمایش گذاشت در طول مسیر. فکر خوبی کردی، چون اگه میرفت به زندگی اون پلان زیبای روسپی گرسنه ای که دیوان آب میخواد ولی از توی یخچال اون مواد غذایی برمیداره میخوره که شاهکار پلان هستن، یعنی بی‌نظیر هستن اون پلان در واقع. بازیگرش کیه؟ اون بازیگر آتیه جاوید درخشان هستن، اون تیکه درخشانه. یعنی در واقع ما میفهمیم که الان این اومده اینجا گرسنه هست و در واقع چیزی هم نخورده و داره با یک گرسنگی و ولع داره میخوره و نیاز به دیالوگ هم نیست، خود همین تصویر داره همه چیز رو ما میگه. یعنی این بی‌نظیره. این فکری که کردیم که همه اینا رو کنار هم بذاریم یک اتفاق دیگه افتاده. از اول فکر کردیم که ژانر فیلمو از حالت پلیسی تبدیلش کنیم به اجتماعی دیگه. بله، ما اصولا دنبال این نبودیم فیلم پلیسی بگیم، ما دنبال این نبودیم که برای مخاطب یه معما درست کنیم مثل سون فینچر. ما دنبال این بودیم که چون من حالا این چند وقته به گوشم رسیده یه سری ها میگن ما اولین اقتباس رو از این پرونده کردیم، یه موقع از یه نمایشنامه، یه داستان، یه مسئلهی چند تا برخورد باش شده، برخورد سوم، چهارم، پنجم نیاز به یک نگاه جدید هست، ولی چون ما برخورد اول بودیم برای من
این مسئله بود که میدونستم مخاطب به اندازه خود من کنجکاوه بره ببینه این آدم تو زندگی عادیش کی بوده و چی بوده و چه جوری زندگی میکرده. که یه دیالوگی سعید داره به همسرش میگه، میگه حالا گرفتنش هم دستگیرش میکنن دیگه، میگه حالا چیه، مگه فکر کردی شاخ داره دم داره؟ معلومه. ما میخواستیم نشون بدیم که اینا نه شاخ دارن نه دم دارن، اما ذهن‌های بسیار تاریکی دارن. نه، نکته جالب اینه که میتونی پلیس هم نداشته باشی ولی ژانر فیلم ژانر جنایی باشه به. اما بیش از این که ژانر فیلم جنایی باشه، ژانر اجتماعی الان به. یعنی بستر اجتماعی قصه بیشتر جلوه میکنه به خاطر اون مقدمه، اون انگیزه که در ابتدای قصه گذاشتی کار ما لو نمیدیم، اون تخیل شماست یا در واقعیت اتفاق افتاد؟ کدوم؟ اون انگیزه که برای زنه پیش میاد و در واقع اون بوده توی واقعیت، تو واقعیت بوده؟ خیلی جاها هست که ما به واقعیت وفادار بودیم، خیلی جاها به نفع درام تغییر کرده. مثلا خود کاراکتر زن سعید، ماهیت فکریش و جایی که نشسته، مثلا رو صندلی که نشسته، صندلی نیست که تو واقعیت نشسته، ما اینو بردیم تو نور قرارش دادیم. کسی که این پتانسیل رو داشته وقتی میبینه که اصطلاحاً حالا به همسر خودش یا به مثلا نزدیکترین کس خودش هم این ماجرا رسیده، دیگه سعی میکنه که دست برداره. پس واقعیت داشته، خیلی خوبه. نه. یعنی الانم در اومده، چون من فکر کردم شاید تخیل شما باشه برای انگیزه ساختن برای قهرمان داستان که مثلا بره به سمت جنایتی بیشتر. نه، این بوده. آره آره. اصلا میگم ما وقتی که وارد خانواده همینی هست که میبینیم تو فیلم، خانواده تخیل شما چیزی بشه؟ ما در واقع یه دختر کم کردیم، دو تا خواهر بودن و یه برادر. مادر با اینها زندگی نمی کرده، اینا یک مستأجری داشتن طبقه بالا که ما به خاطر اصولا کاراکتری که به مادر دادیم، مادر رو بردیم توی خونه و بردیمش پایین. مادر از واقعیت میاد؟ بله کاملا. بله، حالا یه چیزی من آقا جرینو شما میگم، ما یکی از لاینای تحقیقاتیمون پرونده قاتلای زنجیری در دنیا بود و یه چیز جالب که بهش رسیدیم این که اینها مشترکات دارن، چه در فیزیکشون، چه در فکرشون و چه در مدل عملشون. یکی از چیزایی که اصولا اینها داشتن مادر بود، ارتباط عجیبی با مادر دارن. حالا مثلا ما تو ادبیات و سینما از روانی هیچکار که تاکاری زیادی نمیدونیم که این ارتباط خیلی هست، ارتباط نورمن بیتس و مادرشون دقیقا، که چه در واقعیت، چه در حالا ادبیات، چه در سینما، همه اینا به ما کمک کرد در پرداخت همون آدمی که تو واقعیت هم هست. یعنی شما وقتی تو مستند می‌بینی از شیرین یزدمرغ ترسناک‌تر به نظر من، حتی یعنی حتی ترسناک‌تر. اصلا خیلی درخشانه اصلا اون کاراکتر. بله خانم، اون کاراکتر هم بازیگر درخشانی، یعنی خوب بازی کرده این نقش رو، هم بازیگر خوبی است ولی اینجا بی‌نظیره و هم کاراکتر فیلمو جون داده، یعنی ساخته این که این بغل می‌کنه از اون پله‌ها میره پایین، در واقع درخشان اصلا. این فضای چیزی بهت بگم، بیش از این که مخوف باشه تأثیر برانگیز، اصلا خیلی فضای عجیبی میسازه. بعدی اولین نفری که سعید رو در مواجهه باش در خونه میبینی مادره، یعنی به محضی که میاد مادر میاد و روی دوش این سوار میشه که اصولا رو دوش این هم همیشه هست و با هم میرن بالا و بعد به واسطه این دو نفری که ما تازه وارد محیط خانه و خانواده میشیم که حالا توی خانه ما سعید پسر و مادر رو در بخش تاریک فکری روی اون صندلی ها گذاشتیم، همسر و دختر رو بردیم سمت نور، و اینم به خاطر مقتضیات درام بود که چنین که باعث در واقع مجادلاتی بشه، باعث بحث‌هایی بشه، باعث در واقع اتفاقاتی بشه که مخاطب به واسطه اونها بتونه بهتر کاراکترها رو بشناسه. اگر همه اینها رو مثل واقعیت می‌بردیم یک سمت، اون موقع خب لحاظ دراماتورژی و دراماتیزی کردن کار ما دوچار مشکل می‌شدیم، کما اینکه ایدئال هم نبود به لحاظ، یعنی حتی اگر به این مشکل هم نمی‌خوری ایدئال هم نبود که چنین تاریک کنن یه خانواده ای رو. نه خیلی خوبه، یعنی آدم‌ها سیاه نیستن، خود حنایی هم در واقع قابل درکه، یعنی چون با عقیدش و تفکرش مطرح میشه دقیقا. قابل درکه، یعنی اصلا همین این نکتهش خیلی مهمه. تو خیلی نکته خوبی گفتید، بحث سر همینه. ماجرای اهواز رو چند وقت پیش داشتیم، تک بودی ترین نگاه اینه که بگیم این جوون رو الان باید اعدامش کرد و مجازات رو تا مثلا جامعه دچار یک مثلا خیال راحتی بشه، اما ما میدونیم
یه جوان 20 و چند ساله وقتی دست به چنین فکری عملی میزنه، فکرهای بسیار زیادی توی سالیان مخ این آدمو خوردن. بی غیرت نامیدن، بی ناموس نامیدن یک جوان اینقدر تأثیر گذاشته که این حتی وقتی دست به عمل زده کفایت موضوع نمی کرده. نمایش عملی که انجام شده برای اینکه به جامعهش بگی که من رو بپذیرین، من هم از شما، من بی غیرت نیستم، این خطرناکه. اون چیزی که ما توی عنکبوت دنبالش بودیم به جریان انداختن همین بحثه که مسئله سعید نیست، مسئله فکرهای تزریق شده به اینی که هنوز هم وجود داره. دقیقاً اصلا همین چیزی که در اومده تفکر سعید در اومده که آدم سیاهی نشده. ضمن این که ما همزادپنداری میکنیم با کارگران جنسی تو قصه تو، یعنی در واقع با روسپیا، در واقع از اینم متنفر نمیشیم. عقیدش رو ما عقیدش رو فکر میکنیم رو کاراکترش. به این نکتهش اینه که نه که علاقمند باشیم ازش، علاقمند نمیشیم، ولی در واقع نکته اینجاست که خیلی منطقی وارد یک فضا شد. اینجا خیلی محسن تنابنده به من کمک کرد، یعنی حضور محسن تنابنده، چون شما باز بهتر از من میدید. خب بازیگر رو با خودشون بله اصلا بازیگر با خودش یه وزنی میاره. کاراکتر واقعی یک مظلوم نمایی زیادی تو دل خودش داشت که این اگر کسی نمیدونست که تو واقعیت هم همین بود، این باعث شده بود که اینقدر دیر بفهمم. من یه فیلم دیدم از کاراکتر واقعی، یعنی مثلا فیلم تیکه فیلم دیدم برام فرستادن دیدم. آره یه جوری اصلا یه چیز عجیب غریبی بله. کاراکتر واقعی. خب ما اگر یه کسی رو یه بازیگری انتخاب می‌کردیم که همین مدل بود اون موقع خطرناک. ما همه حواسمون، یعنی صحبتی که با محسن تنابنده از ابتدا داشتیم بود که مراقبت از این موضوع. آقای کلاری هم خیلی در واقع توی این قضیه به ما کمک میکرد در مدل برخورد دوربین، که ما یه کارگر معمولی ساده عامی داریم که حتی یه جاهای خوشمزه هم هست، اما مخاطب باید ارتباط نگیره، مخاطب باید این ترس تو زمین ناخودآگاهش باشه و در هر حالی یه این ترس در واقع باعث نشه که فکر کنه که مثلا میتونه به این نزدیک بشه. حالا گیریم، لباس و وضعیت در واقع شمایلی که ما برای این ساختیم یه طرف، اما اون خصلت‌های در واقع بازیگری و توانایی‌های فیزیکی محسن تنابنده خیلی ما کمک کرد که در نهایت مخاطب اینو حس و همیشه داشته باشه که این آدم آدم غیر قابل اطمینانیه. که خب این یکی از اون چیزایی بود که تو بازخوردایی که از مخاطبا گرفتیم به دست اومده، یعنی مخاطب به هیچ وجه نزدیک این آدم نمیشه که، ولی تو واقعیت وقتی نگاه میکنید اصلا این خاصیت رو نداره. یعنی یه این مدل مثلا خیلی مظلومیت بسیار پررنگی رو در خودش داره که داره در واقع یعنی با تنمند رسیدین که این مظلومیت ازش بگیریم. آره نذاریم این این در واقع باعث بشه مخاطب احساس همزادپنداری کنه. بله بله این رو در واقع چون میترسیدیم که این اتفاق در واقع اتفاق غلطیه، یعنی این واسه از اون جایی بود که ما با واقعیت کاری نداشتیم، ما در واقع اینجا کاراکتر خودمون رو ساختیم. یعنی نباید خیلی از اینا اینجوری هم دیگه، مثلا میگه آدم خیلی خوبیه اما فکر خیلی بدی داره، فکر خیلی ترسناک. نه این داره. اصلا به دستمون نمیاد. این میگه یه آدم تلخیه اما منظورم اینه که سیاه نیست، فیلم سیاه و سفید کار نکرده. ما تو نقطه آره ما آره. باز اینجا با اوکتای برهانی ما اومدیم تو نقطه صفر وایسادیم و یکی از دلایلی که اصولا حالا فیلم یک کمی رنگ و بوی اجتماعی داره میگیره، یک کمی رنگ و بوی چیزه و نرفته در واقع سراغ پارامترهای کلی در واقع اصلی ژانر حالا جنایی و این داستان، اینه که ما میخواستیم تو نقطه صفر قرار بگیریم که مخاطب خودش تصمیم بگیره که نظرش چیه نسبت به این چیزی که دید، نه اینکه مخاطب بگه آها من مثلا فیلمساز پنبه این آدمو زدم. اصلا همین نگاه اجتماعی فیلم متفاوت میکنه، یعنی همین حتی جای دوربین، دوربین ثابت، به اینکه در واقع خیلی دوربین معلق نمیزنه، همه چیز رو ما ثابت داریم میبینیم، همه چیز رو داریم ساده میبینیم و در این سادگی داریم ماجرای عجیب میبینیم، فیلم خیلی متفاوت کرد. خب خدا تفاوتش از این در اومده دیگه. یعنی من گفتم ژان منظورم همین بود. ببین تو میتونستی بدونشون دادن پلیس فیلم جنایی بسازی مثل جانی بوستون، مثل خیلی فیلم‌های دیگه که تو اینجا از این قطعه زنجیری ساخته شده، ولی این کار نکردی، فیلم جنایی ساختی اما در بستر فضای اجتماعی.
یعنی جامعه توش پررنگه. این خیلی نکته است. به همین دلیل اون مقدمه طولانی امکان داره احساس کنه مقدمه طولانیه، اما اون مقدمه لازمه برای ورود ما به بحث کاراکتری که داریم کم کم می‌شناسیمش. خیلی خیلی ممنونم که شما همه اون چیزی که اصطلاحا من منتظرم از مخاطب این فیلم بشنوم رو دریافت کردیم و این خیلی باز خوشحالیه، چون ما همونطور که باز شما خودتون از من بهتر میدونی یه جاهایی مجبوریم تو لایه‌های دوم و سوم حرفامون رو بکاریم و خودمون نمیتونیم، یعنی من فیلمساز نه باید نه میتونم فریاد بزنم، چون اصلا شاید باز توقیف فیلم بشه، چون کج فهمیده میشه اینها که این حالا اون بحث مقدمه و اون آدم‌ها و اون مسیری که سعید در واقع داستان طی می‌کنه، ما با همه ظرفیتایی که از ما گرفته شد، یعنی ما خب مشهد رو اجازه ندادن بهش ورود کنیم، یعنی جغرافیا از من گرفته شد، بعد بزرگترین چالش من این بود که تو تهران شهری بسازم، کلاژ کنم، آره. که اگر مشهدی جای دیگه هم نباشه. مثلا ما خب چالش دوم پلاک شهرها بود، پلاک لیزری بود، اسم شهرها روشون بود و کاری که من کردم این که همه پلاک شهرها رو گذاشتم، بعد یه سری مشهدم انتخاب کردم در یک جاهایی گذاشتم که بهتر دیده بشه. به همین خاطر گفتیم آقا فقط کاراکترهای اصلی که درون اون خونه هستن در یک جاهایی لحن و آواز و باید اصلا به طور کلی لحن رنگشون چیز باشه. بقیه کاراکترها مشهدی داره. آره. بقیه کاراکترها مطلقاً نه. توی اونم گفتیم غلظتی وجود نداشته باشه. حتی من خودم که نقش پلیس رو بازی کردم حذر کردم از اینکه مشهدی صحبت کنم، چون گفتم اگه من الان مشهدی صحبت کنم این خودش یک استانداردی رو نشون میده که میشه معیار سنجش بقیه و این غلط. به این خاطر اصلا در غیر از کاراکترهای اصلی سراغش نرفتیم و یه دایره واژگانی بهشون دادیم که اونها مال همون منطقه است. خب سالهای بعدم که مشهدی از همه در کنم خونم تقریبا ساره هم کمک کرد. آره اون طرف در واقع خانم بیات عزیز، اون طرف محسن ترابندم که استاد لهجه است، خانم یزدانبخش موقعی که من باهاش صحبت کردم به من گفتش که من اصلا مثلا یه حب قند و اگر نرفتم چون لهجه یزدی نمیتونستم، نمیشد و بلکن منو، که من مثلا کاری که تونستم بکنم این بود که دایره واژگانی بهش بدم توی دیالوگاش بذارم که کم کم این لحن رو پیدا کنه، به یه جاهایی پررنگ هم شده بود، ولی به هر حال ادعایی در مورد این نداریم چون اصولا بهش ورود نکردیم، یعنی اصلا شدنی نیست شما بخوای سراغ لهجه برید ولی تو جغرافیا نباشید. مثلا شما فکر کنید فیلم آقای فرهادی رو تو شیراز نمیتونستن بسازن، طبیعتاً اون موقع باید مثلا به جای مثلا دو تا بازیگر اصلی به 20 نفر 30 نفر معلم و اینها و این شاید مثلا پیش تولید رو میرسون به چند سال، یعنی اصلا این خیلی کار سختیه. به هر حال اینا خب مؤلفه‌هایی هستند که توی ساخت یک محیطی که قرار کاراکتر درون محیط به معرفی خودش در واقع دست به عمل بزنه از فیلمساز وقتی گرفته میشه کار خیلی سخت میشه، اونم تاریخ معاصر که باز شما بهتر میدید. الان ما وقتی میگیم 1379 پلاک ماشینا سردر مغازه ها بله همه چی عوض میشه، من دیگه ماشین پیکانی شما نمیبینید، دیگه مثلا پراید حتی به اون صورت نمیبینید و دوربین هر جایی نمیتونه بچرخه. ما هر جایی میرفتیم دوربین نهایت بین در واقع 30 تا 45 درجه جای چرخش داشت و حرکت داشت، یا مثلا یه فاصله مثلا 30 40 متری رو، و این خب ما حدود مثلا 54 تا لوکیشن داشتیم از مسعودیه و شهر ری بگیرید تا وردآورد، و ما در حال جابجایی در واقع رفت آمد لوکیشن ها بودیم، ولی فیلم تو 52 جلسه ساخته شد. چه خوب. تو کناری با هم به یک لحن، به یک لحن دوربین ثابت و سکون در لحظات رسیدی؟ من خیلی علاقم به سینمای کلاسیک، به خصوص هیچکاک، کوهنا. برای این فیلم به خصوص خیلی به هیچکاک مراجعه کردم و حالا کاری که کرده بود که خیلی وسواس داره که دوربین رو بی خودی جا به جا نمی کنه و من خیلی به این علاقه دارم. موقعی که از خوشبختی من قرار شد آقای کلاری باشه، یه خاطره حالا دارم بگم. تو فیلم تابستان داغ چی بود؟ هومن بهمنش. آقای نوروز بیگی، من یه روز اومدم که قرار بود فیلمنامه رو برای آقای کلاری بفرستیم. آقای نوروز بیگی گفتش که نفرست، من فرستادم. گفتم که کدوم نسخه رو فرستادین؟ یه نسخه ای که چون من هی مثلا اینا رو نکته‌ای داشته باشم تو شما، گفتم کاش اون نسخه رو نمی‌فرستادین، من این نسخه رو مثلا ادیت کردم و اینا.
حالا تو فکر کردی اون الان نشسته خونده و اینا. ما قرار بود فردا بعد از ظهر با آقای کلاری جلسه اولمون باشه توی دفتر. آقای کلاری اومد نه یه بار که دو بار خونده بود با یادداشت جزئیات و جلسه ما حدود 4 ساعت طول کشید و اینقدر جلسه‌مون طولانی شد که من آقای کلاری با ماشین من تا دم خونه ایشون رسوندم و همچنان صحبت می‌کردیم. یه روزایی بود آقای کلاری ساعت 3 نصف شب برای من از آرشیو عکساشون عکس می‌فرستاد و من میگفت مثلا این سکانس رو من اینجوری فکر می‌کنم، مثلا مود این عکس خیلی کمک می‌کنه. و من غافلگیر شدم از چنان انگیزه و انرژی و پتانسیلی که خب بسیار در واقع گواهش هم فیلمه. یعنی شما توی فیلم در واقع تأثیر حضور آقای کلاری چه در بحث در واقع اجرایی کار، چه بحث در واقع لوک کار که پیدا کرده خیلی مایه مباهات منه با عنوان فیلمساز که در دومین قدم هم چنین در واقع اتفاقی افتاده. خیلی خوبه، یعنی در واقع اینکه آگاهانه، من از این خوشحالم که آگاهانه وارد موضوع شدی، یعنی میدونستی داری چی میسازی، یعنی این برای نسل جوان خیلی مهمه، میدونی راجبه چه چیزی باید بزرگ نمایی کنی، میدونستی اصلا مهم اینه که کاراکتر سعید انالبایی تفکر داره و اون تفکرش که به حال مطرح بوده اون ضربه نخوره، ضمن این که خب اون کارگران جنسی به حال خیلی خوب در اومدن، یعنی اون زنهای در واقع روسی فیلم خیلی خوب در اومدن، چقدر هم همشون خوب بازی میکنن که حالا این ماهور الوان عکسش رو ما در واقع که ما میبینیم، ولی همشون بله بچهای تئاتری ان خیلی خوب بازی میکنن، حالا الان دارن کار میکنن تو فیلم های مختلف و همشون در واقع استعدادایی ان که چه قبلتر چه اینجا خودشون رو تونستن ثابت کنن و این پتانسیل خیلی خوبیه که اصولا ما به خاطر بازیگرای خوبی که در سینمامون هستن داریم و از این بابت خب باز اتفاقیه که من باعث خوشحالی میشم. حالا اون بحثه توی اون سکانس با روحانی هم خوبه ها، اون سکانس روحانی هم که من بله جواد یحیوی جزو یکی از بهترین آفرین های نظرم سینمایی، خیلی سکانس خوبیه که در واقع هم حرفای روحانی خوبه هم در واقع حرفای حنایی خوبه، یک مباحثه خیلی خوبی اون سکانس، در واقع اون یه اصلی ترین مناظره اون کاراکتر اصلی فیلمه که با یک مرجع در واقع هم دینی هم قانونی خودشو مواجه میبینه و مورد سوال قرار میگیره و این سوال هایی که ازش میشه باعث میشه که ما از درونیاتش بله ضمن اینکه درونش بفهمیم، حرفای روحانی و این حرفایی که با هم میزنن مناظره خیلی خوبی هستن. بله اونم خوب، یعنی اون اصلا از اول تو سناریو بود دیگه. بله از در واقع از همون ابتدا ما چند تا دادگاه داشتیم که یکیشون رو در نهایت حذف کردیم که دادگاه بود به معنای واقعی، که به زعم من در واقع این گفتگو خودش یه دادگاهی بود، اونجایی که خانم ساره بیات با محسن تنابنده در اتاق شرعی روبرو میشن، اون یک دادگاهیه و به همین خاطر این دوتا به خاطر کارکرد و عمل کرده در واقع کاملی که داشتن دیگه ما تصمیم گرفتیم اون دادگاهی که کلیشه دادگاه هاست و حضور در واقع متهم توی جایگاه رسمی و بعد قاضی در یک تریبون رسمی رو حذف کنیم و بریم تو جاهای خصوصی تر چیزای دادگاهمون رو برگزار کنیم. خیلی خوب شده اتفاقا یه دست کرده آره. به اینکه آخر هم به همین شکل تموم کرده، شکل دیگری همینی که تموم کردی از اول تو فیلم نامه بوده. ما سکانس اعدام داشتیم ولی که من گرفتمشم و گذاشتمش کنار، این با روح فیلم نمیخوند، یعنی اینکه یک انسان رو من بردارم پای چوبه دار یعنی در واقع آویزون کنم و اینها مورد قبولم واقع نشد. این حالا فکری بود که من از میانه های کار داشتم بهش فکر میکردم و اصطلاحا بذرش رو کاشتم به واسطه دست نوشته ها و تو ذهنم بود که یه همچین کاری بکنم باهاش، ولی چون مطمئن نبودم و یه فاصله ای بود اون سکانس رو گرفتیم. اما موقعی که میگرفتمم آقای کلاری هم متوجه شد، خیلی بهش اهمیت نمیدادم، خیلی همچین جدی نگرفته بودم چیزشو، چون وقتی که گرفتمش خیلی برام واضح شد که این اصلا درست نیست نمایش دادن این که یک این آدمو. به همین خاطر چون دنبال مسئله من مجازات این آدم نبود، مسئله من بحث فکریش بود، به همین خاطر دست نوشته هاشو سوزوندم و فکر کردم این میتونه
در واقع پیام روشن‌تری داشته باشه برای مخاطب، تا اینکه بخوایم تصویری از اون داشته باشیم، حتی اون تصویری هم که مثلا بعدتر از مجازاتش بود اون رو هم برداشتیم. یعنی الان تو اکران اون عکسی که آخر هست، عکس واقعی، بله، عکسی که عباس کوثری گرفته، عباس کوثری نازنین که یکی از کسانی بود که خیلی اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار داد و اونو من از اکران برداشتمش. یعنی اون تو نسخه بدون معلومون هست، ولی تو نسخه اکرانمون دیگه اون رو هم نداره. همون آتیش پایان دیگه لو نمیدیم، همون شکل پایان که بله. هست اونجا تمام میشه. بله، با همون دست نوشته هایی که دست نوشته ها تمام بله. میشه. آره، لحن یه دستی پیدا کرده. مونتور کی بوده؟ سهراب خسروی که ما توی تابستان داغ هم با هم بودیم. سهراب تابستان هم به خاطر ادیت خوبش سیمرغ گرفته بود، اینجا هم دوباره با هم همکاری کردیم و خیلی هم اتفاق خوبی بود. انتخاب تنامنده از انتخاب اولت بود یا اصلا به طور کلی؟ ببینید، من اگه بخوام اینو جواب بدم، باز شما خیلی خوب درک میکنید این قضیه رو. هر فیلمسازی وقتی که میخواد در واقع انتخاب کنه، نمیتونه مثلا به تهیه کننده بگه من فقط اینو میخوام. بله. چون اون شاید سر کار باشه، اون شاید در واقع اصلا درگیر باشه، یا اصلا شاید قبول نکنه. پروسه در واقع ساخت عنکبوت هم اینقدر دچار چالش های زیادی بود که ما هر بار میخواستیم در واقع بحث رو انجام بدیم، به این نتیجه درستی نمیرسیدیم. اما من اینجا به ذرس قاطع میگم محسن تنامنده بهترین گزینه برای ایفای نقش سعید حمید، به خاطر مجموعه فاکتورهایی داره، توانایی بازیگریش بلا شک، توانایی فیزیکیش و صورت گیریمخور بسیار چیزی داره. آقای جیرانی، سر صحنه من از سازمان سینمایی چند بار اومدن قوه قضاییه، من نشناختم محسن. یه روزی آقای تورج منصوری اومد، ما توی مدرسه ژاندار کار میکردیم، اینا اون طرف تر داشتن فیلم برداری میکردن. آقای منصوری اومد پیش ما، خب آقای کلاری بود، منم یه سفر چین باشون داشتم و خیلی لذت بردیم، ایشون هم خوب مشهدی هم هستن. ما صحنه همین مناظری در واقع روحانی. با روحانی رو بگرفتیم، محسن لباس زندان تنش بود. آقای منصوری اومد با من، با آقای کلاری حرف زدیم، بغل کردیم، خوشو بش کردیم و اینا. بعد رفت، بعد محسن اون طرف بود و من گفت آقای منصوری کجا رفت و اینا، زنگ زد گفت چرا با من احوال پرسی نمی کنی و اینا. و بعد برگشت گفت محسن تو کجا بودی؟ و ندیده بود، یعنی نفهمیده بود این چیز و اینا رو. و اینو من چند بار برام پیش اومد و حتی خودم یک بار که معمولا وقتی محسن رو می دیدم که گریم شده بود، کم پیش می اومد، خودم هم خیلی از این پرهیز می کردم که صبح که محسن مثلا هنوز گریم نشده همدیگر رو ببینیم. ولی اتفاقی موقعی که بعد از یه مدت طولانی میدیدم اصلا باورم نمیشد، یعنی اینقدر اون تصویر پررنگ میشد توی جلوی چشم من که وقتی بدون اون گریم و اون حال و احوال مثلا و لباس و اینها میدیدمش، یه تفاوت بسیار عمده ای میکرد. از این بابت مثلا خب من میگم الان که به خصوص بازخوردها رو دارم میگیرم، اونجا وقتی که اولین عکس گریم محسن رو رفتیم، همه یه خبرگزاری ها و سایت ها خودشون کلا چسبوندن این دوتا عکس رو کنار هم و از شباهت بیش از حد این دوتا به هم در واقع یاد کردم که این نشون میداد که من یه دست مریض دادم بگم با آقای مجید اسکندری گریمونمون، که خیلی در واقع تونستیم در واقع درست عمل کنیم. به همین خاطر من کمترین موسیقی استفاده کردین، عملا میشه گفت موسیقی هم فیلم چیزی نداره اصلا، یعنی داره و نداره است دیگه. اینقدر حالا حامد ثابت واقعا به نظر من جزو یکی از محدود آهنگ سازاییه که با بر اساس مسئله درام میاد باهات در واقع همراه میشه و برات شروع میکنه نوشتن در واقع اون نوت ها. و اینجا به نظرم به خصوص توی قتل اول، به خصوص توی انتخاب اسباب در واقع تولید صداهایی که داشتیم، چه حالا آلات موسیقی چه آلات غیر موسیقی هایی که برای افکت ها استفاده کردیم، خیلی در واقع برای اینکه بتونیم به روان اون کاراکتر و اون عرق کردن روح مخاطب به خصوص میام توی قتل اول، خیلی خیلی به من کمک کرد. و یکی از چیزهایی که خیلی بهش اشاره میشه زمانی که مخاطب در واقع از سالن میاد بیرون، بحث موسیقی فیلمه که یه در واقع کار کرده
اندازه خودش، اندازه خودش داره. ببین استفاده بین موسیقی، استفاده ملودرام نمیشه ازش، استفاده چیز نمیشه. این نکته خیلی خوبیه. این باز خوب خداش. ببین این نکته خوبیه، یعنی همه نکات، این همه عناصر سر جاش میشینه. من متاسفم که فیلم تو جشنواره نبود. آقای جیرانی ببینید، من وقتی که به تاریخ جشنواره فرج نگاه میکنم و اصولا حالا به واسطش به تاریخ سینما ایران در این 40 سال، بزرگانی مثل شما، آقای تقوایی، آقای بیضایی، حتی آقای فرهادی، اصلا اونجوری که باید تحویل گرفته نشدن. یعنی شما یه حجم انبوهی از سیمرغ رو یک سمت دیگری میبینید، اما من وقتی که داشتم تحصیل میکردم سینما رو، توی وی آی پی در واقع کلاس ها شما ها نشسته بودید و تابستان دو موقع 13 تا کاندید شد، بعد دو تا سیمرغ گرفت، یه خبرنگاری به من زنگ زد که تو چرا اعتراض نمی‌کنی؟ چون من موقعی که در واقع فهمیدم خبرنگاری، تو برج میلاد بودم، بعد بلند شدیم اومدیم و رفتیم تو پارکینگ. تو پارکینگ فهمیدیم که مثلا این تعداد کاندید شدیم. من دیگه برنگشتم بالا، رفتیم خونه، اصلا ترسیدم از این موضوع. اونجا برگشتم گفتم که وقتی یک شخصی اسم حمید نعمت الله حتی کاندید نشده و حرف نمیزنه، من اصلا اجازه نمیدم به خودم که 13 تا کاندید شدم و چون دوتا گرفتم بخوام اعتراض کنم. چرا؟ چون من سینما رو اصلا علاقه‌مندی به سینما به خاطر کسانی مثل شما، مثل آقای تقوایی، مثل آقای مهرجویی، مثل آقای بیضایی، برای قصه گفتن بود، برای قصه تعریف کردن بود، برای مخاطب بود. جایزه خیلی خوبه، سیمور خیلی خوبه، جشنواره فرش خیلی اتفاق درخشانی برای هر فیلم ساز و تجربه خوشایندیه. ولی حالا میخوام تا حرفم رو برسونم اینجا. مسئولای سینمایی به نظر من بعد از 40 سال باید نگاهشون رو تغییر بدن. ما باید در یه سری اتاقایی رو باز کنیم، یه سری سوژه های دیگه الان وقتشه که بهشون پرداخته بشه. من و اکتای براهنی بنزه یه سریال متریال داشتیم، یعنی ما یه سریال 15 قسمتی میتونیم از سیتنایی بسازیم. اینقدر اصطلاحا ما ورق حذف کردیم از این فیلمنامه، اما اگر ساختیمش به خاطر این بود که فیلم برسه به دست مخاطب و اکران بشه. و همین الان هم دوباره دغدغمون سر اینه که خب الان دوباره چی بسازیم، چی کار بکنیم. اینقدر که همه درا رو میبندن، اینقدر که همه سوژه ها رو ممنوع اعلام میکنن و همش دنبال تعریف و تمجید و به به و چهچهن، و این به نظر من خیلی غلطه. من یه مثالی میزنم، میگم سینمای امریکا یکی از بزرگترین کمک ها رو به بحث نجات پرستی تو امریکا کرد. یعنی شما وقتی تاریخ سینما رو میکنید، اونی هر چه میایم جلوتر، سالی 10 تا فیلم بسیار مهم ساخته میشه در مورد مسئله نجات پرستی، و این باعث میشه که جامعه امریکا خودش رو اصلاح بکنه و که نقد های جدی همش وارد هست. اما ما وقتی میایم در مورد جامعه خودمون صحبت میکنیم، هر فیلم نامه‌ای که دست میگیریم، حتی تابستان داغ یه مسئله خانوادگیه، مدام شروع میکنن در واقع اون رو جرح و تعدیل کردن و خونسا کردنش، و این باعث میشه که یه روز صبح بلند شیم ببینیم یه نفر تو اهواز دست به چنین کاری زده، یا یه پدر و مادری دست به چنین کاری زدن. و اینها به نظر من سینما رو داره روز به روز بی‌خاصیت‌تر می‌کنه. یعنی ما الان دیگه شما خودتون نمی‌دونیم چه سوژه‌ای رو دست بگیریم که با واقعیت جامعهمون اگر منطبق کاملیست حداقل نزدیکی 50% داشته باشه. یعنی الان شما همینجوری دوربین آدم با موبایلش بره یه تا یه پاساژ رو برگرده ببره ارشاد، همش توقیف میشه به خاطر نگاه بسته‌ای که دارن. درسته، من متوجه هستم شما چی میگی. با مسئولی متأسفانه باید نگاه جامعه تری داشته باشن به سینما و همه تفکرات رو داخل سینما ببینن. و اصلا زمانه دیدن همه تفکراته. زمان دیدن یک تفکر و یک نگاه خاص نیست دیگه. زمانه که همه تفکرات رو ببینن. کار بعدی چی؟ کار بعدی در واقع الان داریم روی فیلمنامه کار میکنیم. قهرمان هم یه زن هست. و اصولا من فیلم ها یکی از در واقع محورهای اصلیش زن ها بودن، چه فیلم های کوتاه هم، چه این دوتا فیلم بلندم، و همچنان سعی میکنم که این مسیر در واقع یکی از در واقع فاکتورهای پررنگ
قصه هایی که دنباله میکنم باشه، ولی هنوز تو مرحله ای که به سیناپس هم نرسیدیم، داریم در واقع پیرنگ رو طراحی میکنیم، پلات رو در واقع پایریزی میکنیم. بازم با دوستمون؟ نه، اوکتای به خاطر اینکه درگیر پسر شد بله. و الان هم در حال تدوین هستش و اینها. ما فیلمنامه خوبی داشت. بله. یه فاصله افتاد ولی من مطمئنم من اوکتای دوباره با هم کار میکنیم، چون همکاری خیلی خوبی بود. من خودت داری می‌نویسی؟ نه، با یه فیلم نیستی، با یه در واقع دوست دیگری که میگم چون هنوز به نتیجه نرسیده. نمیخوام بگی. نه، منظورم اینه که احتمال داره اصلا مثلا نشه. چون بارها شده، شما خودتون واسه میاد آدم تا مرحلهش میره نمیشه. میفهمی که در واقع اصلا این ماده خامه کار نمیکنه، حالا یا حالا هر چیزی. ولی تلاش هم هستش که 1401 فیلم سوم رو هر چه زودتر در واقع. خوب اومدی. هم فیلم اول خوب اومدی، فیلم دوم بهتر از فیلم اول اومدی. ان شاء الله فیلم سوم رو بهتر از دو فیلم دیگه میای. یه پلان یا دو پلانی که خیلی دوست داری رو، از این فیلم که خیلی خیلی دوست داری که بشه ما هم نمایش بریم و فیلم شما هم لو نره، در واقع به ما بگو که کدوم صحنه بیشتر از هم دوست داری. پلانی که کاراکتر محسن با لباس زندان اسمشو نوشته و خط خطی میکنه، یعنی اونجایی که خیلی اگزیستانسیالیستی هم هست برای من، یه آدمی که در واقع محصول یک فکریه به یک سرانجام میرسیده که خودش نمیفهمه. قبل‌تر در سکانس گفتگو با قاضی و بعد از اون در سکانس با همسرش این مجادله رو پیش برد، اما تأثیرات این دوتا مناظره و این دوتا در واقع چیز که سعی میکرد از خودش و از فکرش و از مسیرش دفاع بکنه، در خلوت خودش دچار یک روانپریشی شده بود که این روانپریشی ختم میشه به تصویر دخترش در مدرسه در صفحه در واقع چیز. اونجا جاییه که من برای انسان دلم سوخت، برای آدمیزاد دلم سوخت و اون خوب خیلی توی ذهن من هست. متشکرم. اگه همین یه پلانم یه تیکشه برای ما بفرستی که بعد از این مصاحبه. ما اتفاقا امروز پوستر شماره دومون ساعت 7 رونمایی میشه که همین در واقع تصویر تصویر سعید توی همین لحظه است. آها. ولی هم پلانش رو میتونم بهتون بدم. آره، چون یه پلان لانگ تیکیه. آره. که تحت تأثیر فیلم روانی هیچکاک و اون پلانی که در انتها در واقع نزدیک میشه به نومن بیتس، که صداش توی صدا زمینه میاد، صدای مادر است. بله، که ما حالا اون صدا رو نداریم ولی متأثر از اون در واقع من این پلان رو. چه فیلم خوبی، متأثر از. بله. استاد مورد علاقه هیچکاک رو کی گفتی؟ کوهن ها. یعنی اصولا کلاسیک های داستانگویی، حالا تو ژانر در واقع جنایی هم هر دوتاشون کارنامه، هر دوتا در واقع فیلم ساز هم برادران کوهن بود. آلفرد هیچکاک در واقع کارنامه خیلی خوبی دارن، ولی مهمترین مسئله برای من دوربین، برخوردی که دوربین در کارهای اینها با اصطلاحاً سوژه میکنه، که این طرف هم جا داره من از آقای تقوایی یاد کنم. من دو تا فیلم به واسطه حضور در پروسه تولید شاگردی کردم و یه جورایی مستر کلاس کارگردانی. من زمانی که داشتم لیسانس کارگردانی میگرفتم، حضور توی چای تلخ بود که متاسفانه نیمه کاره بابون نیمه کاره بود. ما سه ماه توی اروند کنار بودیم. آه. بله. و دو سه روز مونده بود به آخر سال بود که کارو تعطیل کردن به بهانه های واهی. چای تخت یه فیلم زده جنگ بود و اینها دوست نداشتن این فیلم زده جنگ ساخته بشه. هر خاطرات اون سه ماه رو بین بیسیفه. تو اون فیلم ها راشام نمیدونم چه اتفاق افتاد و تهیه کننده اونی که میشناسم. بله. نمیدونم چه کار کرد اون راشا رو. بله، اون راشا کجاست؟ آیا هست؟ نیست؟ بله متاسفانه نه. اصلا آقای جیرانی عزیز
آقای تقوایی یه در واقع برچسبی از وسواس و این داستانا بهش زدن که مطلقاً درست نیست. ما اون موقع یعنی سال 83 سه ماه ایشون حدود 60% فیلم برداری کردن. شما خودتون خبر دارین الان فیلم داره 7 ماه 8 ماه ساخته میشه. همون سال یا قبلترش یا بعدترش بود دوئل ساخته بود، یک سال فیلم برداری شد. بله. چای تخت اگه ساخته میشد یه چیزی هم پای ناخدا خورشید میومد در تاریخ سینما ایران و یه ورقی اضافه میکرد که متاسفانه جلوشون گرفتن. آقای روزبهانی من یادمه منور میخواستن این با رابطه های خودش میرفت در واقع گیر میورد ولی بهش آقای تقوایی نمیدادن. خیلی خیلی ایشون رو اذیت کردن که در نهایت متاسفانه منجر به تو فقط تو چای تلخ خوش بودی یه جایی من توی تمرین آخر تعزیه حرم بودم که اون در واقع توی اردستان توی زواره کار میکردن. من دستیار آقای حالا دوباره اسم یه عزیز دیگه اومد، من دستیار آقای اسقر شاهوردی بودم تو هر دو تا کار. آخ که همینجا آرزوی سلامتی دارم براشون. بله ان شاء الله که هممون آرزوی سلامتی. بله. تو متولد چه سالی هستی؟ من 60. 60. لیسانس تا لیسانس من دیپلمم هنرستان در واقع سوره مشهد بود، اومدم دانشگاه سوره اصفهان و شدم شاگرد آقای زابن قوکاسیان. و اونجا یه نصیحتی به ما شد، خب ما خوشحال بودیم از بابت اینکه استادای بسیار خوبی اومدن اونجا، آقای دلپاک، آقای گنجوی، خود آقای کلاری، خانم معتمداریا، خانم منیرو روانیپور برای مثلا فیلمنامه و داستان و اینها و حالا اسمای زیادی که من الان خاطرم نیست، آقای محمد علی سجادی. و خب همه‌شون برام گشتن میگفتن که پشت این نیمکت‌ها کسی فیلمساز نمیشه، برین سر صحنه. و من چون قدم بلند بود و حالا قصهش طولانیه شاید در مجال این بحث نگنجه، ولی به واسطه این ابتدا مثلا رفتم و شدم بومن. و حالا بومن اسقر شاوردی. آره خب یه مسیری داشت که از مثلا کار رهبر قنبری بود که من اونجا مثلا با روح‌الا جعفر بگلو صدا بردار کار بود که مثلا دستیارش چقدر وقت داریم میتونم یک کمی این قصه رو بگم؟ من 5 سالم بود، یه عمویی داشتم که عشق سینما بود، این با برادرم رفته بود سینما، برادرم که از سینما اومد شروع کرد تعریف کردن که رفتم توی سالن بزرگی و پرده و این داستانا و فیلم دیدم. حالا ما یه تلویزیون سیاه‌سفید 14 اینچ خیلی کوچیکی داشتیم. بعد من بهش گفتم که اگه که منو نبری من به بابا میگم، چون پدر بزرگم فوت کرده و عموم مسئولیتش با بابام بود، عموم خیلی از بابام میترسید و اون قبول کرده بود که هفته بعد منم ببرن. منی که بردن سینما، من در واقع یه دفعه تحت تاثیر وارد شدیم، پر صندلی، پرده یعنی یه دیوار سفید بزرگ که همه رو به اون دیوار نشسته بودن و منو نمی‌دونستم داستان چیه. چراغا خاموش شد، یه نوری از یه سوراخی شروع کرد این دیوار و این در واقع جادویی تصویر متحرک و این درگیری تو ذهن من مون تا اینکه من بزرگ شدم. توی 7 سالگی با برادرم من میرفتم توی صافکاری، چون بابام عادت داشت که ما رو جمعه میذاشت سر کار، برادرم توی الکتریک کار میکرد. بعد من به بابام گفتم خب منم بذار سر کار، منو گذاشت سر کار. و من پنجشنبه شد به استادم گفتم که نمیخوای به من دستمزد بدی؟ گفت دستمزد چی و فلان اینا، همین که گذاشتم در مغازه کلاتم بنداز بالا. گفتم نه دیگه من دارم برای کار میکنم اینا. حالا چقدر میخوای؟ حالا من حساب کرده بودم بلیت سینما و اتوبوس و ساندویچ و اینا میشد 20 تومن. گفتم بعد 20 تومن به من بدی. این دست کرد 20 تومنی به من داد و من بدو رفتم در مغازه‌ای که داداشم بود. بعد صداش کردم و گفتم که فردا بریم سینما. او با چه پولی اینا؟ گفتم من 20 تومن دستمزد گرفتم. گفت استاد من که من پول نمیده. رفتم تو گفتم داداش من 3 سال از من بزرگتره، شما خجالت نمیکشین که من پول میگیرم به داداشم چیز نمی؟ گفت چرا گرفتی؟ گفتم 20 تومن. گفت خیلی خوب بیا اینم 20 تومن برات. ما از اون هفته جمعه ها میرفتیم سینما. حالا داداشم طرفدار فیلم های خانوادگی بود و ابوالفضل پورعرب، من طرفدار فیلم های جنگی بودم و زینال بندری آقای جمشید هاشمپور و همیشه دعوا داشتیم که کجا بریم، که بعد مثلا توافق کردیم یه هفته بریم یه هفته بود. بعد اون فیلمی که هر دوتا با هم بازی کردن نیش بود اگر اشتباه نکنم، بله بله، عروسی ما بود که با هم میرفتیم دعوا، بدون که دعوا میرفتیم تو سالن. ما وقتی برمیگشتیم خواهرای من میشستن، برادر من شروع میکرد قصه فیلمو برای اینا تعریف کردن، یعنی سانس دوم اونجا اتفاق میفتاد.
بعد من خودم یکی از علاقامو که بشینم دوباره این قصه از زمان برادرم بشنوم. بعد چالشم بود که چرا من نمیتونم تعریف کنم. موقعی که میرفتیم سینما من ساندویج و اینا نمیخوردم. همینجوری میخواست که من یادم بمونه که این دفعه من برم تعریف. میرفتیم خواهرام میشستن. بعد داداشم گفتم تو چیز نگو بذار من. بعد شروع کردم تعریف کردن. یه دو تا جمله میگفتم سرشته داستان دستم در میرفت و کلا همه چیز از بین میرفت. خواهرام گفتن تو خفه شو حرف نزن بذار هادی تعریف کنه. و این تو ذهن من بود که چرا من نمیتونم قصه تعریف کنم که پنج نفر بشینن گوش کنن. من با این بزرگ شدم، ولی خب ما تو فامیلمون هیچ کسی رو نداشتیم که درگیر سینما یا هر چیز مرتبط با سینما باشه. این تو زمین ناخودآگاه من بود. من بزرگ شدم، رسیدم به رشته در واقع دبیرستان که نظام جدید بود و اونجا بعد انتخاب رشته می‌کردی، حالا یا علوم در واقع انسانی بود یا علوم تجربی بود یا ریاضی بود یا هم که کار و دانش بود. من از یکی دو نفر پرسیده بودم، به من گفتن که اگه می‌خوای سینما بخونی فقط برو تهران. هیچ کی به من نگفتش که تو اگر هر رشته بخونی بعد میتونی تو دانشگاه رشته کنکور هم شرکت کنی و مثلا چیزی. و من فکر میکردم باید حتما از هنرستان باشه. برای میخواد وقتی رفتم توی دبیرستان درسم اصلا خوب نبود، همش میافتادم. بابام دید من درس نمیخونم، رفت دید نظام وظیفه هوا نیروز و ارتش استخدامی دارن، منو اونجا برد که کارای ثبت نامم و استخدامم. آقا ما رفتیم و کارا شد و اینا، گفتن سه شنبه شما باید برین خودتون معرفی کنین ترمینال سکوی فلان، سوار اتوبوس شین برین اصفهان که پادگان هوا نیروز. من همین ساک و لباسا و این معرفی نامه و این داستانا دستم بود، لباسای نظامی و اینا، و داشتم میرفتم از چهار لشکر تا تقی‌آباد. همینجوری داشتم پیاده میرفتم و با خودم فکر میکردم که من به سینما علاقه داشتم، ارتش چیه، هوا نیروز چیه، اینا چه اتفاقایی داره میفته و اینا. اون دسته میدون تقی‌آباد دو نفر داشتن یه پلاکارد نصب می‌کردن که رو اون پلاکارد نوشته بود برای اولین بار در استان خراسان رشته کارگردانی سینما و گرافیک هنرستان سوره دایر گردید. من رفتم جلو و دوبار سه بار اینو خوندم، گفتم آقا این داستانش چیه؟ این تلفن زنگ بزن دیگه، ما دو تا کارگریم داریم اینو نصب. تلفن رو برداشتم زنگ زدم و گفتن آره مثلا از یه ما دیگه چیز می‌کنیم و سیکل بعد داشته باشین و فلان. درجا شماره بابام گرفتم، بهش زنگ زدم گفتم من میخوام برم رشته سینما و کارگردانی بخونم و نظام و اینا فهمم. اینجا اولین بار بود که اصلا تو خانواده ما کسی اسم سینما رو از زبون من میشنید. همه اینا از اون 5 سالگی تو ذهن من بود. تلفن رو قطع کردم، گفتم بیا خونه حرف بزنیم. تلفن رو قطع کردم، این ساک لباس و این داستانا رو بلیط‌ها رو پاره کردم، انداختم سر آشغال، سوار اتوبوس شدم و رفتم مشهد. حالا شما اینو داشته باشین، من موقعی داشتم میرفتم دانشگاه اصفهان با اتوبوس داشتم میرفتم، من از کنار اون پادگان رد شدم. یعنی اتوبوس که داشت میرفت من اون پادگان هوا نیروز رو دیدم که اصطلاحا من قرار بود اونجا پیاده شم. و یعنی اگر اون دو نفر دیرتر اون پالکارد رو نصب میکردن یا من از اون خیابون رد نمیشدم، من رفته بودم، من الان جلو شما نشسته بودم. و دیگه بعد دانشگاه و البته تو هنرستانم به موازات انجمن سینمای جوان بودم که اونجا یه فیلم کار کردیم با تو مشهد که فیلم اصلا هیچیش درست نبود، بلاز فنی، صدا، دوربین، حرکت، همه چیش غلط بود. و من اونجا به خودم قسم خوردم تا زمانی که نرفتم سر کار و تئوریم به اندازه عملی به اندازه تئوریم قوی نشده و تجربه کسب نکردم فیلم نمی‌سازم. که دقیقاً سال 83 سر کار آقای تقوایی که تموم شد، من اونجا تصمیم گرفتم فیلم اول کوتاهمو بسازم که یه داستان کوتاه بود به نام زن و شوهر کارگر از ایتالو کالوینو که توی مجموعه داستان 43 داستان عاشقانه چاپ شده بود. من اونو اقتباس کردم و شد عشق یک روایت غمگین که متأثر از این دمود فور لاو وون کاروای هم بودم که اون رو ساختم و همون سال کاندید خانه سینما شد، همون سال اومد جشنواره فیلم کوتاه تهران. و جالبه بدونین اونجا من با هومن بهمنش در واقع چون هم دانشگاهی و هم خونه بودیم اینا، هومن اونجا فیلم بردار بود. اما دوباره توی جشنواره فیلم کوتاه تهران عشق یک روایت غمگین بیشترین کاندیدایی رو داشت و دوباره بهترین فیلم برداری و بهترین تدوین رو گرفت، مثل تابستان داغ که بهترین فیلم برداری و بهترین تدوین رو گرفت و بعد در جشنواره سایه جایزه کارگردانی گرفت. و خلاصه ورود من به سینما شد. چه خاطرات خوبی بود. خیلی خاطرات خوب. زنده باشی، خسته نباشی، قربون شما. بعد آرزوی موفقیت دارم، خیلی خوشحالم فیلمت رو دیدم، امیدوارم که ارتباط خوبه با بیننده‌ام واجب بشه و به حال و
بفروشه، چون این فیلم‌ها به حال فیلم‌های سخت‌تری هستند، فیلم به حال اجتماعی تلخه و در واقع فیلم اجتماعی تلخ به حال تماشاگر محدودتری داره، ولی امیدوارم که فروش کنه چون روزه اول این دیگه شما ما الان تقریبا 15-16 روزی رو رد کردیم، دو روزم به خاطر وفات و اینا تعطیلی خوردیم، ولی میانگین روزی 110-115-120 رو داریم میفروشیم. من فکر میکنم امشب رو رد کنیم، فردا دو میلیارد رو رد کنیم. خوبه، خیلی خوبه. این نشون میده که تماشاگر راضی هستیم. بله، یه دلیل عمدهش اینه که حالا من تو تابستان داغ هم این رو رعایت کردم، احترام به مخاطب در نحوه قصه گویی، این تا جایی که ممکنه اون رو در استانداردی از هوش و در واقع دانش سینمایی در نظر گرفتن که وقتش رو تا جایی که ممکنه تلف نکنم به عنوان فیلمساز. و این بازخوردی که حالا داریم میگیریم در این فصل در واقع اصطلاحاً دیگه راکت ترین فصل نمایش 12 ماه همین اسفند ماهی که شما بهتر میدونید، این اتفاق در واقع با توجه به ظرفیت 50% سینما به خاطر کرونا، خب به گواه همه پخش کنندهایی که دارن صحبت میکنن اتفاقیه که در واقع فیلم داره خودش رو تحمیل میکنه. خوبه. من در انتهای مصاحبه همه بازیگرات خوب بازی کردن، اما تبریک ویژه دارم برای شیرینی یزدان بخش، با بازی بسیار بسیار در واقع ویژه. همه کسایی که موقعی که من خیلی ها میگفتن این که چون خانمی از آمخش شما میده خیلی شخصیت شیرین و دوست داشتن اینا، و همه میگفتن این آدم ترسناک رو چجوری میخوایی تو کالبد این در بیاری، و پشت صحنه های ما هست، هر کسی پشت صحنه هایی که ما داریم سکانس های خانمی از آمخش رو میگیریم میبینه ببینه فکر میکنه یه فیلم کمدی داره ساخته میشه، اینقدر که ما داریم میخندیم، ولی این ور وقتی که شما در واقع پلان ریکورد شده رو میبینید اصلا ماجرا خیلی خوب بازی کرده، تبریکی بشه. خیلی خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. وقتی شما به عنوان کارگردان از بازی ها یه فیلم تعریف می‌کنید، من فیلمساز فکر می‌کنم که تونستم یه قدم مثبت برم. موفق باشی همشهری عزیز. قربون شما. قربونتون از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه بودن، متشکرم. شب بخیر.